سلام سلام به روی ماهتون سحرخوشان هستم، بافتنی قشنگه. آموزش پای برجسته رو داریم روی قلاب بافی که وقتی پای زیر رو کنار هم دیگه بافته میشه کش بافت رو شکل میده. اینو من الان با نخ سوزنی بافتم که میتونید به راحتی به عنوان اسکاج استفاده بفرمایید. ممنون که همراه من هستید، ویدیوها رو لایک میزنید و برام کامنت میذارید. بافت پای برجسته کاربردهای خیلی زیادی داره. الان ببینید اینجا پایین کلاه برای سجاف از پای برجسته استفاده کردیم. پای برجسته یکی زیر یکی رو و روی خیلی از مدل‌های دیگه مخصوصا ماندالا و اینا خیلی استفاده میشه. بعد اینکه روی بافت‌های دیگه هم خیلی استفاده میشه. بهترین اینکه با هم یاد بگیریم این پایه به چه صورت بافته میشه. نمونه‌ای که بهتون یاد میدم رو میتونیم با کانواس سوزنی ببافیم و این نمونه هم برای تمرین شما میشه، همین که در آخر یه اسکاج خیلی خوبی داشته باشید. با دولا یعنی دو رنگ رو کنار هم میذاریم میبافیم. البته اول من یه تک رنگ براتون میبافم که ببینید، بعد میریم با هم دولاش رو میبافیم. اگه خاطرتون باشه دمدمای عید هم یه دونه اسکاج بهتون یاد دادم که با نخ دولا بود و سه سوده بافته میشد، خیلی هم کارایی داشت. شروع کنیم به زنجیره زدن. هر چند تا زنجیره که دوست دارید میتونید بزنید، اصلا فرق نمیکنه. حالا کمتر بگیریم که بتونیم سریعتر ببافیم. ستای اول زنجیرمون میشه معادل پایه بلند. از چهارمی شروع میکنیم رج اولمون پای بلند بافتن. همیشه یادتون باشه رج اولش باید پای بلند ببافید. اگر یک زمان داشتید کلاه میبافتید و خواستید تغییر رنگ بدید، حتما اول رج با همون رنگ قبلی که کلاه رو بافته بودید خب یه رج پای کوتاه ببافید، بعد بیاد روش پای بلند ببافید و پای برجسته رو ببافید. پس تا انتها پایه بلند میبافید به این صورت. حالا میخواییم برگردیم. یه نکته یادتون باشه که پای معادله پای برجسته زنجیر معادلش دو تا زنجیر از سه تا دیگه نیستش. برای پای بلند برجسته از رو نخ روی قلاب به گندمی کاری نداریم. میایم پایه رو نگاه میکنیم اینجا دور پایه، از روی بافت میریم پشت بافت، دوباره از اون سمتش در میایم، نخ رو بیرون میکشیم، مثل پای بلند میبافیمش. پای بلند برجسته از زیر نخ روی بافت روی قلاب، از پشت بافت میایم دور پایه میچرخیم، نخ رو بیرون میکشیم. این شد زیر. دوباره رو، زیر. باز در انتها مثل ابتدای رج که دو تا زنجیره زدیم معادلش میشه پایه متوسط میبافیم. دوباره دو تا زنجیره برمیگردیم. دیگه از اینجا به بعد کار راحت میشه. روی پایه برجسته از رو همون رو بافته میشه. روی زیر، زیر. البته که میتونید تغییر بدید، یه سبک دیگه یه مدل دیگه میشه. به همین راحتی پای برجسته رو یاد گرفتید. بخوایم کلاه ببافیم دیگه راحت هستید. حالا بریم با دوتا کلاف ببافیم. دو رنگ رو کنار هم قرار میدیم، شروع میکنیم به زنجیره زدن. فرق نمیکنه هر چند تا دوست داری زنجیره بزنید، هیچ محدودیتی ندارید. فقط قلاب بزرگتر انتخاب بفرمایید که بافتتون شل باشه. اگر تعداد زنجیره هاتون کم بود، قدش کوتاه بود، ایرادی نداره، میتونید بلندتر ببافیدش، رچ های بیشتری ببافید که قدش از این سمت بلندتر بشه.
ناراحت نباشید. حالا یا میتونید این سمت زنجیره بیشتری در نظر بگیرید، رج کمتری ببافید، یا زنجیره کمتر و تعداد رج بیشتری ببافید. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 من 15 تا زنجیره زدم. 2 تا دیگه زنجیره میزنم. این میشه پایه اول من، این 3 تا زنجیره. خب از 4 رومی پایه بلند میبافیم. تا انتها همینطور پایه بلند میبافم. به این صورت شد. تا انتها بافتم. 2 تا زنجیره برمیگردیم. پایه بلند برجسته از رو، از زیر. تا انتها میبافیم. دیدی چقدر قشنگ شد؟ خیلی ساده، سریع، خیلی مهمه. سریع بافته میشه. چون که با قلاب درشت داریم میبافیم، کانوای کمتری مصرف میشه. مزایاش خیلی زیاده. تا انتها این رژ رو باز میبافم. میرسم به پایه آخر. سر 3 زنجیره ابتدای رژ قبل 1 پایه متوسط میبافیم. 2 تا زنجیره میزنیم، برمیگردیم. خب. پایه بلند برجسته از زیر، هر پایه به همون صورت که هست میبافیمش. رو، زیر، رو. تا انتها میبافم. با بقیه رژ ها رو هم میبافم تا به اندازه دلها برسیم. ببینید الان اندازش خوبه به نظرم. حتی من میتونم مربع ببافم.